يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس تجويد را آغاز میکنیم از کتاب تجوید قرآن کریم که مؤلفش حاجی میرزا ابراهیم سیدزاده میباشند. چاپ خوجند 2001 سال. مقدمه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل القرآن على حبيبه بالقواعد التجويديه وشرفنا بحفظه وتلاوته وجعل ذلك من اعظم عبادته. یعنی شکر و سپاسگزاری به حد مر الله تعالی را که نازل کرد آن را بر حبیب خود با قاعده ها و تجوید و فرمود ما را به حفظ و تلاوت کردن آن و گردانید قرآن را با رعایه تجوید از بزرگترین عبادت ها. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم چنین خبر می دهد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و رتل القرآن ترتیلا. و قرآن را به وضح خواندن ترتیل کن. یعنی هر یک از شما قرائت قرآن کند تا کلمه های آن روشن فهمیده شود، زیرا که چنین خواندن در فهم و تدبیر مدد می رساند و در دل بیشتر اثر می کند و شوق و ذوق می افزاید. از حضرت علی خداوند از او راضی بود پرسیدند معنای ترتیل چیست؟ فرمودند ترتیل این با تجوید خواندن حرف ها و دانستن در بین آیت ها ایستادن. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم فرمودند زین القرآن بی اصواتکم فإن صوت الحسنة يزيد القرآن حسنا. یعنی زینت دهید قرآن را با آوازهای خود، زیرا آوازهای نرم و فارمی شما حسن قرآن را زیاده میگرداند. مراد از این حدیث قرآن را با تجوید خواندن است. معنای تجوید در زبان این زینت دادن چیزه و در اصطلاح این خواندن قرآن با قاعده هایش، چنانک پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را تلاوت کردند. حکم علمی تجوید چیست؟ حکم علمی عملی تجوید، یعنی در عمل خواندن، به هر یک مسلمان فرض عین است با قدر تواناییش. و حکم علم نظری تجوید، یعنی دانستن این علم برای آموزانیدن دیگران فرض کفایه می باشد بر مسلمانان. و اگر شما فرق بین فرض عین و فرض کفایه را دانید، این به شما فهما است. یا حامل القرآن. الفبای عربی. اینک درس یکم را شروع می کنیم. این کتاب با سوال و جواب نوشته شده است. در قرآن کریم چند حرف موجود است؟ جواب: در الفبای عربی 28 حرف موجود است. اینها می باشند: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، ها، واو، یا. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان.
حامل القرآن، قد خصك الرحمن بالفضل والتجاه.